جای نرم و راحتیه. هیچ کس نمیتونه مثل ما زیر درخت بگیره به خواب خستگیش در بره. چه؟ اینا رو کی میندازه اینجا؟ کیف میکنم. چیه؟ نگاه میکنی؟ نمیتونی ببینیم از 3-4 ساعت زیر درخت بگیریم بخوابیم استراحت بکنیم خستگیمون در بره؟ خر ندیدیم حسود باشه؟ کجا رفتی؟ برگرد بیا خره علاقه نفهمه بی سواد. آه این خر فضوله. برگرد بیا خره نفهمه علاق. چشمت عاجزت نکرده ما میگم ننه آقا اسمش عوض کنه. بازم به من بگی خوبی کن با انگور صدا به چشم خرم در خر کار استار خرم اشتی باقر فوزول هم بیاییم بردینم خر دیدی خودش میخواد کار بکنه باره کنار بزن حال میده بگی بشین دیگه جونم مرگ شده تو دیگه چی میگی؟ سرکار استوار خر مشتی باقر چندانم چشم چاله سالمی نداشت از اولش هم کور مکور های قلم بشی دست بینم های قلم بشی سرکار استوار همش تقصیر شمایم اگر شما واسطه نمی شدین من سرکار سیاه این جماعت پرمده نبودم من از اولش هم می دانستم که این پسر اهل کارتر بسته چرا زنی به چشم خر مردم سرکار استوار سرکار استوار این خره حرف آدم گوش نمی کنن. آدم داریم تا آدم چطور حرف بنده را گوش می کنن حرف بندزاده عین الله خان باقرزاده را گوش می کنن حالا دیگه عین الله واسه ما آدمه چند سالشونه؟ مگه چه فرق میکنه؟ میخوام تو گزارشم قید کنم چی به سر خر بیچاره من آورده ای پسر این آنجیب؟ دست بهش نزن جا انگشتت میمونه آقای این الله خان؟ با قرزادر با این روغنی که مینویسم روزی 3 بار مالش بدید پلکشو 3 دفعه کامل؟ آره دیگه 3 دست صبح و زور و عصر ببخشین خطر دیگه ای متوجه نیست؟ فالو چه عرض کن؟ من مجبورم که پسر تو رو بازداشت کنم اون اینجا تعهد داده بود که به چشم و چال کسی نزنه نوشته داده به چشم و چال آدم نزنه آدم چه دخلی داره به خر
فرق نمیکنه. حالا دیگه خرم واسه ما آدمه؟ نه خیر، هیچ خری آدم نیست، ولی آدمایی هستن که خرن. خب اینو به این مشتی باقر بگو. استغفر الله، سرکار استوار. مشتی باقر تو برو بگو این الله باقرزاده. سرکار استوار توی خراب شده به چشم خر آدم هم انگشت. یواش این الله باقرزاده، از تو بزرگترم اینجا آدم هسته؟ تو که به قول خودت 2 سال شهر بودی. چه دخلی داره سرکار استوار؟ یک نفر زده الاغ 46 من یک انتقه کرده. در شهر هیچ کس انگشت. بله انگشت به چشم خر نمی کنه. درسته. خب اینجا هم نبس بکنه. تو فرصت بده ببین رستگی میشه یا نه. چرا شلوغش میکنی؟ ده خودش هم مثل خرش فوزوله. ساکت آقای دکتر، گزارش شما تمومه؟ والا چرا؟ بندلی سمت بازداشته، بقیه مرخص. سلام سرکار. بله سرکار. سرکار ما از کجا بدونم انگشت به چشم خر کردن قدغنه؟ مگه همه چیز رو باز گفت؟ یالا ببرش. خب ما از کجا بدونم؟ دیگه بازداشتی. باره بیرون. سرکار استوار شما چند سال؟ سرکار استوار این حل میده. یالا را رو باز کنیم بزنی یه خورده هوا بیاد اینجا. یالا خوش اومدین. بفرمایید حضرت امیر. خیر پیش. اول شما بفرمایید. مرحمت عالی کم نشن. نه آقا، آخه گریه وزاری فایدهش چیه؟ سرکار، وقتی سمت به چشم آدم ها میزد شما بارها گذشت کردید، حالا چی شده این بار به خاطر یه نفر اولاق؟ بابا جون، بس بر سر اولاق نیست، بالاخره یه جایی باید چرا عمل زشت اولاد شما رو گرفت. تازه شما اولاق هم چندون دست کم نگیرید، اگه شانس بیارین که عین الله رضایت بده تازه باز جواب انجمن حمایت حیوانات هم بدم. من که حاضر نیستم پس فردا باز خواست پس بدم. با نه آقا آه. چرا یه موتور برای صمد دست پا نمی‌کنین به جای اولا؟ ای بابا دست رو دلم نذار. وقتی صمد یه اولاغو نمیتونه زفت و رب بکنه اون وقت از پس موتور برمی آیه. عوضش خیالتون راحته، چون موتور که چشم نداره. چراغ یدکی زیاده اما چشم یدکیه که دیگه. بله بله اینم خودش حرفی ها. ها جد خدا مشتلق، جد خدا مشتلق. باش خبر باشی مشتیه. سمن زدم به چشم اولاغ بنده. اینم چیزیه که براش مشتلق میخوای. خب سمد و با پرونده میرفسن شهر دیگه. این برای من و تو و بچه هامو مجدگونی نداره؟ ها 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 اینش دیگه نخنده بودم، هم به نفع عین الله تو هم به نفع لیلای ما. آخه چرا این کارو با حیوان زبون بسته کردی؟ لیلا تو هم طرف علاقه رو بگیره؟ نه ما طرف تو رو میگیرم. ها تو طرف ما رو بگیر، تو این آبادی همه طرف علاقه هن؟ علاق هم داخل آدمه که آدم طرفش رو بگیره. لیلا خانم 10 دقیقه وقتتون گذشت. همین حالا میرم سرکار. همین حالا میره. صمد ما دیگه باید برم. میخوای بری؟ ها صمد بابام دلواپس میشه. ما میرم پیش مشتی باقر، ازش میخوام که بیاد رضایت بده. لیلا ها با این لولا حرف نزنی ها. به مشتی باقر میگم. آی پشیمونم لیلا، مثل 100 پشیمونم. میبینی سرکار صمد چقدر دل رحمه؟ میگم مثل 100 پشیمونم. پشیمونه؟ از چی؟ از این که زده به چشم اولاغه دیگه. نه از این پشیمونم که چرا نزدم به چشم عین الله. در شهر به من پیشنهاد شد که بروم آموزشگاه خلبانی. عین الله باقرزاده. آقای باقرزاده تمام تحصیلات زیر سر تو. همش زیر سر منه؟ اگه به جای اولاغ به صمد موتور میدادی حالا این پیش آمد نمیشد. صمد موتور میتونه سوار بشه. تو باشی که میتونه. سوار من بشه؟ نه یعنی تو بهش یاد بده سوار موتور بشه. هم بهش موتور بدم هم یادش بدم؟ نه اول باید رضایت بدی از حفظ در بیاد بعد. اون وقت اسم من چی میخوانی؟ عین الله. اقلن بگو آقای باقرزاده خانه خراب. اول آقای بکون تا بشت بگن آقا. من از آقایی کردن حرفی ندارم. بشرتی که بشرتی که خودت بهتر میدانی که بعد حرفش رو میزنی. ده فرار نکنه بلای جان عین الله، بلای جان آقای باقرزاده.
کور پدر موتور. اینجا اینجا را تو باید فشار بدی نه اونجا را. باشه ما خودم فشار میدم، تو فوزری نکن. من خودم باید با پا فشار بدی. با پا؟ آه. ببین با پا. اینجوری باید رو موتور نشست. برو کنار، تو چیکار داری؟ ما خودم فشار میدم دیگه. چه فوزوله؟ بذاره اینا لا بهت یاد بدم. بخرزاده ببین خودم دست رو باید بگیری اینجوری کار. خودم گاز گود گاز میدم. برو کنار تا تو فوزوله نکن. برو کنار تا بذار من یاد بدم. الیلا میشینه من میرم. بذاره اینا لا میشینه. بخرزاده آقای بخرزاده سمد صرف بگیر، سمد بلد نیه. ما خودم بلدم، تو برو کنار. ما خودم فشار می خودم گاز گاز میدم دیگه. برو کنار. چیکار کنیم؟ چم چاره؟ مکتی باقر آسان خدا سرت بگیر، از همین حالا پای شدن میرسه. داماد باید سنگین باشه مگه نه؟ عجب کره و لاغیه این پسره. به من پیشنهاد شد که بروم به تلویزیون. قحطی مطرب داشتن؟ داماد باید سنگین باشه. اینم سنگین تر باشم کت خدا. برو جلوی در با مردم تعارف بکن. برو. چرا ننهار دعوت گرفتی؟ میخوای سرکله این پسره خلاجل اینجا پیدا بشه؟ خیالت راحت باشه، اون سرش با موتور این الله گرمه. باخر زاده میخوای بچه را گول بزنی؟ بهش اسباب بازی بده. اصلا کجایی؟ رفته حمام، حالا زود از لیلا بیا. اصلا آقا سلام عرض میکنم. چی شده؟ آقا! آقا! بالاخره نمردی و داماد شدی عین الله خود. باقرزاده. سلام علیکم. سلام علیکم. مشرف. خوش آمدی. خوش آمدی. مشرف. و علیکم السلام جمیعا. بگویید نوازندگان بنوازند. اطاعت میشه. تو کیفش چی هست؟ الان هیچ. اما وقتی خواست برود باید دید که چیست. نکنه دخترت بازی در بیاورد. دختر من؟ آه. من دخترم و طوری بار نیاوردم که روی حرف پدرش حرفی بزنم. سمت! آهای سمت! آجان! تو کجایی سمت؟ آهای جان! چقدر دیر کردی؟ ما دیر نکردم که، خودش دیر شد. لیلا! لیلا! میگم چطوره بریم بزنم به چشم این الله بعدم بریم. نه مگه دیوونه شدی؟ گاز بده بریم. گاز بگیرا. گاز بده. بیا گاز. به موتور گاز بده. آه به موتور گاز بده. میگم تو که خود بلد نیستی، بهتره با ماشین بریم. بلدم، مشکل نمیتونه مثل ما موتور گاز فشار گاز بده. قربون شما، خواهش میکنم. برداشتی با خودن آقا؟
چرا انقدر ناراحتی؟ ای سرکار استوار، دست به دلم نذار. چرا نباز این عروسی صمد مو باشه؟ فکرشم نکن، عروسی اونم میشه. چه فایده؟ اون مرادش لیلایه که این طوریه دیگه، آدمیزاد هیچ وقت به مرادش نمیرسه. میدونم، فقط از ما بهترونن که به مرادشون میرسن. صمد، به چی نگاه میکنی؟ بیا بریم دیگه. لیلا، از ما بهترون کجایان؟ بسم الله، به از ما بهترون چی کار داری تو؟ لیلا آقا میگفت که از ما بهترون به مرادشون میرسن، اونا کجایان؟ شهرن حتما. از ما بهترون تو شهرم. طرف دومن؟ فیلش کن. بابا تازگی ها خیلی به فکرت هم فکر آبه روشه، بزن بریم از اینجا. چی میل داری نه؟ عرض کردم چی میل داری؟ بو بچنگش در رفته درسته؟ چه فایده داره؟ چند روز دیگه سر سفره عقد سر جفتمونو گوش تا گوش میبرن. خب اگه نظر ما راجب ازدواج اینه، چرا ازش فرار نکنیم؟ تو فرار کردی من نیومدم؟ راست میگی؟ سامی، من دوست دارم، اما از این عروسی زورکی عقم میشینه. اونا دارن چیز با ارزشی رو که ما داریم از همون میگیرن، عوضش قباله به دستمون میدن. بیا نجاتش بدیم سامی، بیا عشقمون رو نجات بدیم. بزن به عقیده من تقریبا اکثریت با شما موافقن. روی تقریبا نباید حساب کرد. به طور خصوصی با اون چند عضوی که در انجمن شهر احتمالاً به من رأی نمیدن تماس بگیرین، یه جوری بهشون بفهمونین در صورتی که من به عنوان رئیس انجمن. منو ببخشید. سلام پاپا. هم سلام هم خدافظ. کجا؟ ما از اینجا میریم. کجا؟ خودمونم نمیدونیم. چند ماه دیگه برمیگردیم. چند ماه دیگه؟ حدود 9 ماه. شایدم بیشتر، شایدم کمتر. شوخیتون گرفته. پس عروسی چی میشه؟ ما موافق نیستی. لیلی، خدافظ پاپا. بای بای. صبر کنید. گرسانه ها. سردار کهله دراسینگ و بانو، مسیو جان کلود موله و بانو، آقای مهندس میرفندرسکی و بانو، آقای مشتبه تهرانی و بانو، استاد علی اصغر حاجب الفتی و بانو، آقای محمد علی ترابی و بانو، سرکار خانم روزیتا حسین علی خانی و همراه. همراه؟ همون جوانکه اسماعیل. خانم روزیتا رو چند جا بدون همراه دعوت کردم ولی ایشون تشریف نبردن. خیلی خوب، ادامه بده. دکتر دارسی نژاد و بانو. مگه زنش نمرده؟ چرا؟ مجددن با واه 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 واه، یادم اومد با اون دختری که پودر رخشویی میورد در خونه ها. قلم بگیر اسمشونو. چش. از دختره فقیر که زن عیون اشراف میشن بدم نمیاد، اما از مردای اسم رسمداری که میرن دختره لخت و پاپتی میگیرن حالم به هم میخوره. تا ابد اسم دکتر دارسی نژاد از لیست مهمونای من خط بزن. ببین چی میخوان، لیستو بده من.
خانم زاده میگن من و لیلی خانم در عروسی شرکت نمی کنیم، میخواییم بریم مسافرت. جهنم، اسمشونو قلم بگیر. اسم عروس داماد رو؟ ایوا، عروسی بی عروس داماد مگه میشه؟ خانم رفتن. کجا رفتن؟ چرا رفتن؟ چرا؟ 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 آلیه، بالاخره دخترت کار خودشو صورت داد. دست پیش نگیر، این پسره که کار صورت میده. خیلی خواه، من وقت اضافی ندارم، اگرچه برام خیلی مشکله، اما لازمه حتما هم دیگه رو ببینیم. چاره چیه؟ مجبورم رنج دیدار تو رو تحمل کنم. ببر صدا تو. خانم دارن فحش میدن. بری جوابشو. متشکرم. کجاست این مردی که جینگوز رجایی؟ بابنده بود این قربان. به یمن مراقبت های پیگیر شما دختر من با اون پسر فرار کرد. طبیعیه، معلومه که فرار میکنند. کجاش طبیعیه؟ من میدونستم وقتی شب و روز اونها رو تعقیب بکنم بالاخره فرار میکنند. پس چرا جلوگیری نکردی تو که میدونستی؟ من بادیگاردم، من بادیگاردم. وظیفه من اینه که در محافل و مجالس مواظب باشم که چشم زخمی به دختر شما نخوره، ضمناً افتضاحی راه نیفته که عکس و خبرش آتو بشه برای روزنامه ها. فقط همین. خیلی مسخره است. از نظر روانشناسی پلیسی باید خدمتتون عرض کنم. دیگه واسه من روانشناس نشو. راست میگی، کارتو خوب انجام بده. فوراً پلیسو در جریان بذار. بگو تمام جاده ها رو کنترل کنن. اون وقت من ضمانت نمی‌کنم که خبر به دست روزنامه ها نیفته ها. یعنی بذاریم برن؟ خودشون بر میگردن. این یه بازی جوونیه، جوونیه دیگه. ولی شما به صرفتون نیست قبل از انتخابات انجمن شهر بذارید سر و صدای این قضیه در همه جا بپیچه. میدونم. من فقط مشخصات موتور رو به پلیس راه میدم تا به محض اینکه پیداشون کردن با ما تماس بگیرن. گریه نکن نن آقا، ببینم چی کار میشه کرد با گریه که کاری درسته میشه. استغفرالله، استغفرالله رفیعتو بله. من میدانستم، من میدانستم. صبر کنید، صبر کنید، غیر ممکن است که در شهر هم شلوغ نکنه این الله باقر زاده. بابا جون، همه جا از این پیش آمده میشه. در شهر به بنده پیشنهاد شد که برم. ایوانه آقا، بیرون خفم کردی. اصلا تو مشتی باقر اینجا چی میگین؟ یالا بیرون. اختیار دارید سرکار استوار، بنده داماد هستم. قرار بوده بشی، هنوز که نشدی. یالا بیرون مشتی باقر، بفرمایید. یعنی حضرت عالی میفرمایید که پدر شوهر عروس حق دخالت کردن در کار عروسی ندارد؟ کو عروس تا تو پدر شوهرش باشی؟ شهر به بنده پیشنهاد شد که برم بیرون. باره بینم باشه بیه دونو من چرا داشتم؟ خب من هم همینتیم. اگه ماهی بشم به دریا برن گیرشو میارم. از منطقه من کسی نباز کم و گور بشه. به تمام پاسگاه ها راپورت دادم، ممکنه همین امروز یا فردا ازشون خبر برسه. اسمد و لیلا؟ آره. ایستگاه نفت ها، اون نفت میاد. از چرا فایستادی سمن؟ خب این نفت میخواد دیگه. گفتم یه شیشه نفت با خودم بیارم. آقا نفت داری؟ موتور آقا با نفت کار میکنه. این نفت میخواد، نفت سوزه. باش. آقا هرچی تو موتورای دیگه میریزی تو مال ما بریز. نفتش بو میده. آره نفت بو میده. ایوا، چقدر شکل من اینا؟ اون شکل من؟ اونم شکل توه؟ برو ببین لباساشونو با ما عوض میکنن. سلام، لباساتونو با ما عوض میکنی؟ ها؟ لباسامونو عوض. بهشون بگو اگه بخوان موتورمونم تاخت میزنیم. چی شده؟ اگه بخواید موتورامونم با هم عوض میکنی؟ لیلا،
خانوم چقدر شکل تو با بیا 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 لباسمون عوض کنه لباسمون باشه باشه میگم باشه خیلی خوب سوار شو بریم لباسمون رو عوض کنیم لیلا حالا میگی چیکار کنیم بریم چیز میزامون عوض کنیم بیا چیز میزامون رو ما بدیم به اونا چیز میزای اونا رو بگیریم وقت چیز میزای اونا ما چیز میزای ما چی میشه چیز میزای اونا ما چیز میزای اونا که ما چیز میز نکن بریم بیا چیز میزای ما قاطی میشه با ما که چیز میز دمون نمیدم همه چی داره عوض میشه زن، مرد، پسر، دختر حتی معنای عشق هم داره عوض میشه فقط من و تو این که عوض بشو نیستیم آخه اونا از چی فرار کردن؟ از من و تو؟ آه دست بردار عالیه ما که چیزی ازشون دریغ نکردیم نباید اینقدر پافشاری میکردیم که با هم دیگه عروسی کنن اما این خواسته خودشونم بود مگه همدیگه رو نمیخواستن تو خواستی جلوی هرز رفتن پسرتو بگیری منم جلوی بدنامی دخترمو این که قابل ملامت نیست هست یا نیست باید به پلیس خبر داد نه خواهش میکنم عالیه آبرو ریزی میشه چیزی به انتخابات انجمن شهر نمونده من دشمن زیاد دارم موقعیت تو هرچی هست از بچه من مهمتر نیست نه این کارو نکن تو هیچ موقعیت مهمی برای پسرت نمیتونی دست و پا کنی در حالی که اسمش به عنوان یه ژیگولو که دختر مردم رو فراری میده سر زبونا بیفته بیا با هم حرف بزنیم اقدامات مقدماتی انجام شده خیلی دقیق و از روی نقشه باید جلو رفت من فکر میکنم حتی احتیاج به باطل کردن کارت دعوتام نباشه خیلی خوب بریم سراغ بچه ها اینا چرا اینجوریه؟ حالا بیا دست بده بیا دست بده نه ما دستمو دیگه عوض نمی کنم لیلا این آقای میخواد یه دستم اشتباه گرفتی آقا پسر چطوره خوشت میاد؟ تو کدومی؟ من لیلیم به هم میاد فوق‌العاده است لیلا لیلا این آقای میخواد یه دستم چطوره خوشگل شدم؟ خوشگل شدی ای بچه ها ای خداحافظ بای بای خداحافظ خوش باشی وای 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 تو موتور ببین چه قشنگه خوبه دستش کن اینه ها سمت دستش عقبه اگه جلو بود بهتر بود پسر خیلی تون میریم ما تون نمیرم که این خودش تون میره موتورش نوه خوبه تون میره چرا چرا قرمز رد میشین چرا قرمز چیه کدوم قرمز چرا به علائم راهنمایی توجه نمی کنی کی توجه نمی کنه ما توجه نمی کنم تصدیق چیه تصدیق ما از کجا تصدیق بیارم کجا میفروشن ما بریم بخریم سرکار سمت که مدرسه نرفته که تصدیق بگیرم سرکار آقا این لیلا 6 کلاس تصدیق داره با خودم نیاوردم که ما خب میخواستی بیاری دیگه بی ارزه یه هیچ وقت نمیاره شوخی بسته را بیافتید بریم پاسکام میشه سرکار استوار نه دنبال من بیا
مادر. آه مادر. اسم شما چیه؟ ما اسمتو نگی وا نمتونیم بگیم چرا؟ خب دیگه خب اسم پدرشونو بگیم کت خدا کت خدا نعمت کت خدا نعمت اسم مادر شما چیه؟ نن آقا نن آقا مادر شما؟ ها ما پسر نن آقام لابد اسم خود شما هم سامی نیست اسم ما؟ اسم ما سمد آغاز که اسم شما سمد نیست؟ نخیر پس چیه؟ سامی اوهو اوهو ساکت باش تا این اولا باقر زاده که شما هم لیلا نیستی بلی میشه اسمتو رو بگی؟ لیلی خفش دختر یه نفهم چه غلط ها میکنه لیلی آهای کت خدا اینجا پاسگاه است آخه هنوز هیچی نشده اسم و رسمشو عوض کرده شهر مار این اولا باقر زاده خب شما بگو سمد آقا سامی آقای سامی عجب مکافاتی داریم ها شما یه این اولا رو میشناسی؟ نخیر باقر زاده کت خدا رو چی؟ نمیشناسم مشتی باقر من این نمیشناسم نن آقا رو چی؟ ایشونم نمیشناسم بابا دست خوش ننت هم نمیشناسی؟ یه بارگی بگو منم نمیشناسی خیالم راحت کن دیگه متاسفانه شمارم به جان نمیارم پسر اون روی منو بالا نیار یا تو که تازه رفتی شهر کارت به جایی رسته هیچ کدوم ما رو نمیشناسی اگر مثل من دو سال در شهر بودی و اونجا هم کلی بهت پیشنهادات شده بود لابد حالا ما رو هم بنده نبودی تو حرف بزن اینا لا باقر زاده لیلا تو بگو بینم منم میشناسی یا نه نه ده نه و نگمه عاقد میکنم اسممو از رود ور میدارم آقایون محترم شما حق دارین ناراحت بشین ولی باور کنین یه سوء تفاهمه اون کسانی که شما تصور میکنید ما نیستیم اشتباه میکنید آره چونه خوده نه خیلی طرف دیپلم گرفته حالا طرف کلاس شیشون بلغور میکنن ببینم نکنه تو این 24 ساعت دیپلم گرفتی من لیسانس فیزیک دارم لیسانس این خانمم سال دوم دانشکده دندان پزشکیه نه خیلی اینا باد شهر بهشون خورده اسم و رسمشون از یاد بردن اگه به لیلا یک شیش کلاس هم به زور تمام کرده من کلی پول بالای تصدیقش دادم لیلا رو مو کار ندارم اما سمد موهوشش خوبه ما همیشه میدونستم پاش به شهر برسه یه چیزی میشه برو بابا خدا خیرت بده عین الله من که عین الله هم بکرزاده یم دو سال آزگار شهر بودم کلیم بهش پیشنهادات شدم هنوز هیچ پخی نشدم همچی؟ خب دیگه هرچی بازی در آوردیم بسه شما دوتا یه کلمه به من بگیم ببینم سمد و لیلا هستی یا نه نه بابا نه چند دفعه بگم اسم ما لیلا هست چند دفعه سمد سمد آقا میگن اصلا سامی و لیلی رو نمیشناسیم دروغ میگن جناب سروان کی دروغ میگه لیلی دختر همش دست نزن سامی بلکرم ولم کن جرعت داریم بیان جلو این حرکات یعنی چه؟ چرا ما رو بغل میگیرین؟ هیچ کس نباست به لیلا دست بذارن جناب سروان یک دنیا از شما ممنون متاسفانه پسر شما باید همینجا باشه برای چی؟ رانندگی موتور بدون گواهی نامه ایوا این تصدیق داره؟ آره تصدیق داری؟ ها؟ ها ما تصدیق دارم ها؟ چطور تا حالا نداشتی؟ خب همیشه که آدم نداره گاهی داره گاهی هم نداره بهتره با پلیس شوخی نکنی پسر جون این چی میگه اینجای حرف هوشنگ بله خانم زود برو ببین تصدیقش سر جاش هست یا نیست چش
ما به شما چه کردیم که زندونو به خونه خودتون ترجیح میدیم؟ اینجا جای این صحبت ها نیست. اینجا جای این صحبت ها نیست. بفرمایید خانم، این تصدیق. بفرمایید، اینم تصدیقش. درسته، با این وصف باید جریمه خلاف رو بپردازید. عبور از چراغ قرمز، عدم توجه به اختیار پلیس و عدم تسلیم گواهینامه. شما بفرمایید بنده میپردازم. بفرمایید، اینم تصدیقتون. لیلا، تصدیق ما رو ببین. این تصدیق ما رو. تصدیقش کوچولوئه. شما چند دقیقه بیرون باشین. بفرمایید، جلالتم نمیکشه دختره بی حیا. شیرو ما حرومه. گفتم شما بفرمایید تا من ترتیب همه کارا رو بدم. بفرمایید. اینا ما رو جای اون دو تا دختر پسر داعتی عوضی گرفتن. چقدر پر هیجانی نه؟ میگم چه اشکالی داره من واقعا پسر نن آقا بشم، تو هم دختر کت خدا. آخ جون چقدرم عالی میشه. یعنی بابا ننه خودشون هم نمیشناسن. بیا زحمت بکش پسر بزرگ بکن، اینم عاقبتش. خودم مغارشو میارم. من میخواستم تا الان نرم رفتار کنم، ولی وقتی اون روم بالا بیاد دیگه احدی جلو دارم نیست. پدر بیامرز، به ما که رسیدی پلیتیکات خشکید، مغارشون بیار دیگه. الان یه پلیتیک آمریکایی بهشون میزنم، بیشین اینو تماشا کنی. به من میگن استوار، سرکار استوار. خب حالا راستشو بگو اسمت چیه؟ صمد. اسم مادر؟ ننه آقا. تو اسمتو بگو بینم چیه؟ لیلا. اسم پدر؟ کت خدا نعمت الله. بله ما اینیم. نزایده مادر کسی رو که بتونه مقابل پولیتیکای من تاب بیاره. بفرمایی تو. بفرمایین، اعتراف کردن. او سمت جان در چی بگه آخه؟ پس ترکیب لیلا چی میشه؟ لیلی با ماشین خودشون میاد، برو بالا سوار شو. کدوم بالا؟ خواهش میکنم سوار شی. نه شما خواهش میکنم. آهای سمت، دارم منو میبرم. لیلا رو بردم. زمی لیلا رو دارم میبرم. کجا میبری؟ برو کنار. میگی؟ لیلا کیه؟ اصلا تو چی میگی؟ لیلا این دخترایه، باید هر جمعه باشم دختره با ما باشه. لیلا خب بیشتر از این آبر ریزی نکن. چه آبر ریزی میکنم؟ همه سوارشی، زود باشی. خودش آبر ریزی میکنه به ما آبر ریزی نکن. شما سوارشی. از تکلیف چشم بنده چی میشه جناب آقای شهرت؟ تو با اتومبیل علی خانم از پشت سر بیا هوای ما رو داشته باش. چه جوری؟ هنوز یه چشم داری؟ نداری؟ بله تصور میکنم که یه چشم داشته باش. چرا زد به چشه؟ چه میدونم مرض داشت. این پولدارا چه کارهایی که نمی کنن. بریم خونه ما. بریم خونه ما. آقا بیا عقب بشین. برای چی بیام؟ اون نوست اونجا بشه لیلا بشینه. چرا مزخرف میگی سامی؟ اون باید جلو رانندگیشو بکنه. خب بیاد عقب بکنه. اصلا از این مسخره بازی ها سردر نمیارم. شما در نمیاری؟ مو در میارم. بیا برو کنار دیگه. یه سمت خوبه خوبه. بهتر شد جان تنگه. برو بیرون دیگه. بیتر بیاد مادر، من میرم موتور رو بردارم. عین الله چشمش کور، خودش میره بر میداره. عین الله چرا موتور رو بردارم؟ چیزی بهش نگی صاحب موتور مردم. بلش کن موتور رو، صد رحمت به اولاغ. دست کم تو رو از من جدا نمی کنه. بیا از این طرف رای خونه رو گم کردی. معذرت میخوام لیلی، یعنی لیلا. خدا بعدم میبینم ات. های های چی کار میکنی؟ چی شده پدر؟ خوب داریم همدیگر رو میبوسیم. قلط میکنین اه، به زور پدرتون میخنی. خواهش میکنم. آچه بوسه چه معنی میگه؟ تمنا میکنم. برای دنبال کارت پسر، من بچه شدی. یالا برو. بعدم میبینم. برده این که خدا چه بی نزاکت آدم معاشره سرش نمیشه. بذار برم مادر، خود تو همسر اینا نکن. منو ببین لیلا، این تو رو ببین، تو چیز پر گرده. نگاه کن شیشه داره. دست نزن سمت. شیشه چرا میدارن اینا؟ لیلا اینجا رو ببین، سوراخه.
اینا ما رو جای اونا عوضی گرفتن. آه اینا ما رو اونا گرفتن. اسم اونا سامی و لیلی هست. اسم ما سمد و لیلا هست. اما اینا میگن نه شما اونایین. حالا ما خودمونیم ها. اینا میگن شما اونایی هستی که ما میگیم هستی. نه. شما اونا نیستین. ما حالا خودمونیم. اونا ما خودمونیم. اونا میگن شما خودتون نیست. اینایین. نه. اونا میگن اونایین. ما میگیم اینایم. اون وقت اینا میگن نه شما اونایین. حالا اینا ما خودمونیم. اینا میگن شما خودتون نیستیم. خرندی ها. حتما زده به کلشون. اشتباه میکنی. خودشون زدن به خلخل بازی. از نسل جوان هر چی بگی برمیاد. آقای دکتر تشریف آوردن. درود، خواهش میکنم. کتاب من که مشتمل بر کلیه عقاید علمی و اجتماعی منه برای چاپ حاضر. بحث کتابتو بذار یه وقت دیگه آقای دکتر. آقای دکتر ممکن یک نگاهی به چشم من. خب جناب آقای شلوک هولمز، مسائل مهمتر از چشم شما هم هست. اجازه. خیال میکنم زمان اون رسیده باشه که منو پروفسور صدا بزنید. جناب پروفسور، بچه های ما طریقه حرف زدنشون رو عوض کردن. چه بهتر؟ یه لحظه مخصوصی پیدا کردن. چه بهتر؟ درست مثل اینه که بخوان تئاتر کمدی بازی کنن. چه بهتر که ما رو نمیشناسن. چه بهتر؟ حتما عاشقن. این که به جای خود. چشم برای چشم بستم گفتید. این دیگه چه جور بیماریه که اینا پیدا کردن؟ بیماری عشق. هر قدمی که برمی‌دارم دلایل تازه‌ای در اثبات تئوری خودم پیدا می‌کنم. همه بیماری‌ها از عشق، به خصوص بیماری‌های جنسی. خشم چه خبر شده؟ خشم وای خدا جونم، نگاه کن دخترت چه به روز کمد لباس من بیچاره آورده. چرا پسر خودت نگاه نمی کنی خانم؟ سامی تو چطوری رفتی اون بالا؟ ای درخت به چه کردی؟ چه کردی؟ ای درخت به چه کردی؟ به شدی پاشو سمت، پاشو سمت، این پشت را کل بگیر ببر نانوایه شاتر حسین. کل بگیرم؟ هادیه، موتورا که از دست دادی، خرم که نداریم، باید کل بگیری دیه. حالا که خر نیست، من باید بار ببرم؟ پس توقع داریم مو ببرم؟ همین که رفتم صحرا جمع‌آوریشون کردم، تمام دست و بالم خونین شده، کافی نیه؟ حق با توه مادر، منتها اگه بهم یاد بدی چطور باید بکنم، خودم میکنم. مو بهت یاد بدم چطور خار بکنی؟ وا. چیه دو ساعت شرت میکنی؟ بیا اینا رو بگیر دختر. چشم پاپا. پاپا. همه اینا رو باید من بشورم. نه جان تو، گفتم کلفت زرخرید برامون بفرستن. این ظرف ظروف همون مجلس حق‌کنانه که جناب عالی در کمال بیشرمی ازش فرار کردی. صحیح و زهر مار یا دست به جنباندیه. چشم پاپا. پاشو بشین پسرم، پاشو. آقای پروفسور میخوان از شما دو نفر چند تا سوال بکنن. پاشو. حالا نمیشه خوابیدنکی باشه؟ نه راحتشون بذارین بذارین به میل خودشون عمل کنن. هر جور راحت هستن بهشون فشار نیارین. بهمون فشار نیارین. لیلا بخواب پیش خودم. خواهش میکنم بخوابید جانم، دراز بکشین، استراحت کنید، استراحت مطلق. هر وقت خستگیتون در رفت بگید من با شما حرف میزنم. فکر میکنید تا کی خستگیتون در بره؟ تا یه سال دیگه. بسیار خوب، پس تا سال دیگه خداحافظ. کجا؟ نکنه به سرت زده پروفسور؟ خشم. میخوای تا سال دیگه ما با این مجانین سر و کله بزنیم؟ نباید بهشون فشار بیارین. نباید به ما فشار بیارین. بله، باید سنجیده پیش رفت. ها، با سنجت بیشتر خورد. وگرنه شوکه میشن. وگرنه شل. خواهش میکنم به ما بگین شماها چتون شده؟ چی به سرتون اومده؟ منظورتون از این کارا و اینجور حرف زدنا چیه؟ ما اصلا حرفای شما را نمیفهمیم. خب نفهمین دیگه، تقصیر ما چیه؟ تو که به جای پلو شفته درست کردی؟ اگه بخوای شفته درست کنی چی درست میکنی؟ نمکم که یادت رفته بریزی، دست بالت هم که سیزندی.
توی نیمرو هم از بس زرچو برخی از دهن میفته. واسم معلومه چه مرگت شده؟ اقلا از دستبخت خودت بخور، نه چرا نبخورده؟ رژیم دارم. ها؟ چی؟ نداشتی قبلا همچین مرضی؟ مادر، چنگال نداری؟ چنگال؟ مگه خودت نداری؟ آه، بله. نه، خواهش میکنم. خواهش میکنم. سلاخ داره. لیلا، شامشونم سلاخ داره. لیلا، بیمار بخور. حسم خودم دارو. گت به حالت اولیه. بخور، لیلا، بخور. چنگال نمیخوای؟ چی؟ چنگال. چنگال؟ خودم دارم. نون دوست ندارم. این چیه؟ خوراکیه. ها؟ خوراکی. لیلا، خوراکیه رو ببین، از ترس اینکه آدم بخورتش داره میلرزه. دستمالیش نکن، آدم خوشش میاد باش بازی کنه. این که اسباب بازی نیست. لیلا، لیلا بس دیگه، بذار زمین. خوشم میاد. گنده نمیشه که. همه میخورمش، همه میخورمش. بیا بخواب ننم، خستهی. من میرم بگردم. بگردی؟ این وقت شب برای کجا بگردی؟ میرم مهتابو تماشا کنم. مهتابو؟ آره. کمونچش خوب نیه، از این چیزا، از این ویالونا نداره. بگیر بخواب دیگه سمت. ها؟ آخه اینجا چجوری میشه خوابید؟ آدم نمیتونه روش بشینه، چه برسه به این که بخوابه. خب بیا اینجا نزدیک ما بخواب. ها؟ بیام پیش تو بخوابم؟ گفتم بیا نزدیک ما، رخت خواب تو بکش بیا اینجا نزدیک ما. آه، ما بیام نزدیک تو. باشه، میام. اینو کجا بذارم؟ سنتور کجا بذارم؟ عالیه. هوشنگ؟ بله خانوم. منو ببر خونه، هرچی بیشتر اینجا بمونم دیوونه تر میشم. بچه ها تحویل تو. میخوای منو تنها بذاری؟ دست کم پسر خل و دیوونه تو با خودت ببر. اگه میتونی از هم جداشون کنی برو بکن، اگه اونو ببرم دختره رو مجبورم ببرم. خیلی خب، باشه. نه موافق نیستم، نباید از هم جداشون کرد، خطرناکه، ممکنه دست به اعمال جنونآمیز بزنن. بعقیده من شما برین استراحت کنین، اونا بعد این دوره بحرانی رو بگذرن. عبارت بهتر از دوره بحرانی نداری به ما بگی که حالیمون بشه اینا واقعا چه مرگشونه؟ آه والا دقیقا نمیتونم توضیح بدم. این نوعی رجعت به حالت انسان اولیه است، اینا به اصلشون برگشتن. هر کسی کو دور ماند از وصل خویش باز جوید روزگار. حرف آخرتو بزن. میخوای بگی اصل و نسب ما خل و دیوونه بوده؟ از شجره نامه خانم بی اطلاعم، ولی در مورد شما تردید ندارم. من هنوز مطمئن نیستم تونسته باشم خود شما را کاملا مداوا کرده باشم. تردید ندارم. من هنوز مطمئن نیستم تونسته باشم خود شما را کاملا مداوا. خانوادگی بدونیم. حتماً. مراقب بچه ها شرلوک هولمز. کی بود؟ کی بود؟ چیزی نبود. من باشه. من. جینگوز. بله. خوشگو. نظر کسی بری پلوی بچه ها. چشمان هستم. مراقب همه چی باش، با چشمای باز. هستم.
پدیده جالبی است، خیلی جالب. لیلا. ها. لیلا. گفتم ها. ما میترسم. از کی؟ از تو. از مو؟ ها. میترسم نکنه نصف شبی باشی بیای سر وقت ما. اینم ترس داره؟ ها. آخه ما که هنوز دانشجوور نشدیم که. حالا کی خواسته بیا سر وقت تو که به خودت وعده میدی؟ خب دیگه ما خواستم بگم یا شیطانه به جلدت نره. بگیر بخواب، بگیر بخواب، تو مواظب جلد خودت باش. ما مواظبم، تو مواظب خودت باش. یا نصف شب ناغافل نیا تو رخت خواب ما، خوشم نمیاد. چی از خودش راضیه؟ از چی؟ ننه آقا، ایدئولوژی تو در زندگی چیه؟ به طور کلی پابند چه اصولی هستی؟ حرف چیه؟ دنیا رو چجوری میبینی؟ تو خوشبختی ننه آقا، تو خوشبختی ننه آقا، تو خوشبختی. نه از گرسنگان بیافرایی خبر داری و نمیدونی ویتنام چه خبره، نه رقابت سوسیالیستا و کپیتالیستا برای تسلط به دنیا برات مهمه، و نه از فرضیه نسبی انشتن چیزی به گوشت خورده. دنیا را به برای تو رو خواب برده، دلتو خوش کردی به اینکه دنیای دیگه ای هست، روز رستاخیزی هست، در حالی که این مولکول ها، این مولکول های بدن من و تو وقتی اصلا پاشید دیگه پاشید مادر من. برای تو خوشبختم، درست مثل جد بزرگوارت میمون خوشبخت. هیچ معلوم نیست فیثاغورس و دکارت و گوته تونسته باشن انسان از جد بزرگوارش میمون خوشبخت کنن. یا باب الهوایج، یا مادر امبل بن، یا مور از این دار مکافات ببر، یا شفای عاجل به یه دونه بچه عطا کن. دیدی چه خاکی به سرم شد؟ تو بی یار نت. برای اینکه شما پدر مادر ما رو نمیفهمین، قوه درکتون تا حدی نیست که خواسته ما رو درک بکنین. یعنی من کت خدا حرفتون نیم وجبی رو نمیتونم بفهمم؟ نه نه، صحبت شما نیست. راستش اینه که بحث اصلی سر عدم تفاهم نسل کهنه و ما جوانای امروزیه. عقاید شما با خواست ما منطبق نمیشه. من و سامی طرفدار عشق آزاد و بی قید و شرط هستیم. واقعا عقد و عروسی یعنی چی؟ پیوند یه دختر و پسر باید از راه قلب صورت بگیره. ما دلمون میخواد مثل دوتا حیوان ساده و آزاد با هم زندگی کنیم و معنی عشق و آزادی رو بچشیم. میخواییم پیوندمون کاملا طبیعی باشه، نه مصنوعی. میخواییم عشق و زامن زندگیمون بکنیم، نه دفتر عقد و ازدواجو. منتها کو پدری که بفهمه، کو مادری که درک کنه. شانس عمده شما در انتخابات جناب آقای شهرت اینه که از حسن شهرت کافی برخوردارید. و در این حال دوستان مطبوعاتی ما هم به شما سمپاتی دارن. امیدواری منم بیشتر به یاری همین دوستانیست که میفرمایید. میدونید که من همیشه سعی کردم از جنجال به دور باشم و حتی الامکان از بروز شایعات گل میچینم، گل میچینم، آی گل میچینم. گویا صدا از باغ منزل شماست. بله گمان میکنم اینطور باشه. معذرت میخوام. بوش خوبه، گل دوست دارم، آی گل دوست دارم. لیلا، لیلا اینه بگیر، بیا اینه بگیر، بیا سره، دراز سره. گل دوست دارم، آی گل دوست دارم، گل دوست دارم، آی گل دوست دارم. جینگوز چی داشتم میگفتم؟ داشتید میفرمودید که همیشه از جنجال و... بله بله، پرهیز میکردم. من عقیده دارم که در هر امری از امور میبایستی در نهایت آرامش و متانت و...
ناراحت نشین، قضا بلا بود. خب میفرمودین. بله، منظور بنده اینه که کسانی که مستر امور عامه قرار میگیرن بایستی رفتار و سکنات خودشون و خونوادهشون طوری باشه که بتونن سرمشقی برای اهالی این شهر. خب چرا اینجوریه؟ گلم توفیه که نمیذاره ما بچینیم. معرفی میکنم، دخترم لیلی. لیلی، لیلی جان. چی داشتم میگفتم؟ بله، کسانی که... آقای شرطی، شما اینجا سگ بسته؟ آیون، معرفی میکنم، داماد بنده. یعنی انقریب داماد بنده. دستاتونو بکشین، خدا بده. چرا انقدر اینجا گدا داره؟ هر جوری دستشونو دراز میکنن یا چیزی میخوان. سامی جان، خواهش میکنم کمی ملایمتر. آقایون، خواهش میکنم، بفرمایین، شما بشین، آقایون از محترمین هستن. ما با اینا چی کار دارم؟ ما با اون یاروه کار دارم. یارو کیه؟ اون یاروه دیگه اینا هاشین، اینا جرس دیفار اومد. این بیتربیت چرا اینقدر؟ همش تو کار آدم فضولی میکنن. باشون چی کار کردین آقای شرلوک هالمز؟ من چه کردم؟ بپرسین اینها چه کردن؟ بدتون نیاد آقای شهرت؟ یک ذره ادب، شعور و نزاکت در کار بچه های شما نیست. هم در کار این پسر دیوانه و هم در کار دختر خلچل خود شما. هم تو کار خود خلچل شما. بسیار خوب، اینجا جای این حرفا نیست. بفرمایید بیرون حل کنید. ما حل میکنم. ما با این هیچی حل نمیکنم. بی تربیت تو کار ما فضولی میکنه. مگه شما اینجا ما رو حبس کردین؟ میخوام بریم بیرون، نمیذاره. میخوام گل بچینیم، نمیذاره. مگه اینجا نظر نظاره؟ مگه شما ما رو حبس کردین؟ آجان یه چیزی بشت نشون بده. ما برام چیزی بهم نشون بده. شما هم خواهش میکنم تشریف ببرید بیرون. با این طرز کارتون روی جینگوز رجایی رو سفید کردین. بفرمایید بیرون آقای شلوکال. خواهش میکنم توهین نفرمایید. من چندان علاقه‌ای به ادامه این بازی ندارم. فقط ترتیب بدید که خسارت یک چشم من جبران بشه. من یک چشم رو این کار گذاشتم. بله آقا. برید آقا، برید از اینجا، برید. بعدا راجع به چشمتون حرف بزنید. مثل اینکه نوبر چشم آورده. بله، خواهش میکنم. ترتیبشو میدم. خب میفرمودین. به عقیده من کسی که تصدی یک امر اجتماعی رو به عهده میگیره لازمه کپن خشن باشه. با پشتی دکتر جان، به داده بچه بده. حال لیلای من خطرناکتره. دکتر جان بابا ولم کنی. یکی یکی به نوبت. اول دختر شما رو ویزیت میکنم، بعد مال شما رو. باشه، پس منم هم پاتون میام. لیلا، های لیلا، لیلا کدوم گوری رفتی؟ لیلا دستم به دامن. خیلی خوب، خیلی خوب. الان من رفتم اونجا. بریم دکتر، بریم. این پسر خل دیوونه ای تو چی میخواد از جون دختر من؟ ها؟ دختر این نفت تو چی میخواد از جون؟ والا چه ارز کنست؟ خجالت در کشید. من دیگه آسی شدم. تعادل زندگیم اینا به کلی به هم زدن. چه خبری؟ بهتره اینجا پیش تو باشم، با سخونه تو رفت آمد کمتره. پس این جناب پروفسور فریدیتون چی کار داره میکنه؟ چه میدونم، بیا تماشا کن ببین چه میکنه. همش در حال یادداشت برداشتنه. اینم ما رو دست انداخته. هوشنگ. بله خانم. برو پایین ببین اینا چشون شده. آرومشون کن. رگ خواب سامی دست هوشنگه. مگه اون بتونه یه جوری به را بیارتش؟ شک دارم بتونه. از بچگی بزرگش کرده. سامی همیشه نسبت بهش حرف‌شنوی و احترام داشته. غیر ممکنه رو حرفش بتونه حرفی بزنه. امیدوارم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. از این شما بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. شما بفرمایید. جان شما بفرمایید. شماها برای چی دعوا می‌کردید؟ اون آقای میگه من نباید با سمت حرف بزنم. کدوم آقاه؟ اون آقای چیه؟ اون آقای گنده انرژیست دیفاله. اون آقایی که کلا داره. جینگوزا میگه. ها، همین جین چی؟ همین فضوله. میگه ما واسه اینجا باشم، لیلا بره خونه این آقاه. آقاه مگه جا قطعیه که بره خونه آقاه؟ هر جا ما هستم لیلا واسه با ما باشه. بسیار خوب عزیزم، هر چی تو میگی. ما که نمیخوایم شماها رو از هم دیگه جدا کنیم. ما میذارم با چشش هر کی بخواد لیلا رو از ما جدا بکنه.
خیلی خوب، از حالا به بعد هوشنگ خان از شما پذیرایی میکنه. مثل همیشه به حرفای هوشنگ خان گوش بده عزیزم، مثل همیشه. هوشنگ خان آدمه؟ ایوا سمت، هوشنگ خان این آقایه. این که آدمه؟ نظر لطف شماست قربان. ها نظر لطف ماست. ها در خدمت حاضرم قربان. در خدمت حاضره. خب دیگه بهتر سامی رو ببری به اتاق خودش، شاید بخواد استراحت کنه. بله خانم، بفرمایید. خواهش میکنم از شما. بفرمایید. استدعا میکنم. نه بیا از این ور بفرمایید. استدعا میکنم. شما بیاید. بفرمایید، من در خدمتتونم. تحمل داشته باش عزیز من، بادیگار باید تحملش خوب باشه. دوستان من همین الان اومدم. من الان سر خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش داشته باشه اینجا بفرمایید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. چیه؟ این کار واسه ما صرف نمی کنه. شما هم وقت پیدا کردین؟ یا اجازه بدین بزنم لط و پارشون کنم یا با استعفا موافقت بکنید. نه نه نه، من با خشونت موافق نیستم. دلم میخواست اجازه میدادیم ببینم با هوشنگ خان مناسباتشون چطور برقرار میشه. روی علی بدخان کار مطالعه‌ام تموم شد. بگی بشین پروفسور، این کاری که تو میکنی بی فایده است. ممکنه فایده نداشته باشه خانم، اما ضررم نداره. شما معلوم نیست دارین بیماری بچهای ما رو معالجه میکنین یا بیماری بادیگارد یا احیانا هوشنگ خانو. ممکنه دامنه مطالعات من به معالجه بیماری شما هم کشیده بشه. نمیشه صرفا واکنش رو بدون در نظر گرفتن ماهیت کنش مورد مطالعه قرار داد. عزیز من، این در جای خود یک بحث مفصل علمی رو مطرح میکنه. میشه سرکار به زبان غیر علمی که من و این پدر رنج کشیده ازش سر در بیاریم، بفرمایید چه وقت ممکنه بچه های ما به حالت اولیه خودشون برگردن؟ حالت اولیهشون اتفاقا همین حالت فعلیشونه. بهتر بفرمایید به حالت اخروی. بحث لغوی داره برات میکنه. ببینین، از تداخل کنشس و انکنشس. با اجازه. کجا هوشنگ خان؟ میرم چشمم پانسمان کنم. برمیگردی؟ البته اگر به یک مستخدم یک چشم احتیاج داشته باشی. پسر دین یکیرم یه چشی کرده. حالا باز خوبه دختر من عادت زشتی پیدا نکرده. مطمئن نباشی. عشق جنبه های متفاوتی داره، بنابراین میتونه بیماری های متفاوتی رو قیامته، محشره، اونا همه چی رو دست میندازن. آمدم دوستان، آمدم. میتونم بگم که همبازی های خودم رو پیدا کردم. وای شهرت، یه دکتر اعصاب بر من خبر کن. خود منم شدیدن بهش احتیاج دارم. حالا کدومشون رو بگیرم؟ با 75 دو سه تا صفر تماس بگیرید. بهترین دکتر اعصابیه که من شناسم. دشار با بنده پیشنهاد کرد. یعنی خواستن چیز میز بخورن. ساکه بختن. ولی بنده زیر بر نه. استغفرالله. گوش کنید همتون، در مورد این پیش آمد کاری از دست من ساخته نیست. اگه بچه های شما دیوونه شدن باز با گواهی دکتر بفرستیمشو تیمارستان. خب منم زیرشو امضا میکنم. ولی ای وای نه سرکار، اینا فقط دایی شدن. خب بریم براشو سرکتاب آب کنین، چه میدونم آب باطل سر بگیرین. خب چرا اومدی سر وقت من؟ بله راهش هم همینه، به دکتر امیدی نی. بفرمو سرکار، من میگم دو نفر دیگه خودشونو جای صمد و لیلا جا دادن. در حوزه ماموریت شما از این اتفاقات زیاد افتاده ها. اینی که شما میگی از لحاظ پلیسی زیاد جور در نمیاد. آدم معمولا خودشو جای کسی جا میزنه که براش نفعی داشته باشه. یه نفر بیاد خودشو جای صمد جا بزنه که چی بشه؟ ثروت نناقا رو بالا بکشه. ما گورم کجا بود که کفنم باشه؟ یا دختره کد خدا رو مثلا میگیره که میدونیم کد خدا دختر به صمد بده نیست. 70 سالش. یا مثلا خودشو با کله خری مثل عین الله در بده. باقرزادا تو دیگه منو خفه کردی. بعد بابا حضرات، از این بعد هر وقت من گفتم عین الله باقرزادا، شما بدونی منظور آقای باقرزاده است. خوب شد. متشکرم، شرمنده کردیم. ناصر خورستوار این هم کار عملی نیست. لا لا لا. درست مثل این میموند که بنده اعلام بکنم که هر وقت گفتم او حسین علی یعنی سرکار استوارد. استغفر الله ربی بعتو و الک.
من یه چیزایی بغلم رسید. والا این سمد هر عیبی داشته باشه آدم با غیرتیه. می نه 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 قربان غیرت، اگه بخوایم بفهمیم این همون سمد سابقه باید غیرتش امتحان بکنیم. بهتر عین الله رو بفرستیم سر وقتش تا کاری کنه که سمد غیرتی بشه. خب بعد هیچی دیگه، یه سمد بزنه به چشم عین الله آخر زاده معلوم دار میشه که سمد سمده. بعدم نگفتی دست شما درد نکنه آقای کت خدا. خدا از چشم بنده مایم میگذاری؟ بله از چشم کفتی که عاشقا به پا به به. معمولا عاشقا در راه عشق سر و جون فدا میکنن. تو حاضر نیستی از یه چشم خودتم بگذری؟ با سامی چطور شد اومدی اینجا؟ خودم تعجب میکنم کت خدا بهم گفت نمیخوای بری هوا خوری. منم از خدا خواسته گفتم چرا؟ عجیبه که یهو سر لطف اومده. چی شده؟ خار رفته توش. چی؟ یالا برو دیگه، برو این اولا آخر زاده. یه برو جلو، دل و جرعت داشته باش. یه برو دیگه مراقب چشم و شالت باشه این اولا جان آخر زاده. مواظب انگشتش باش، به موقع جا خالی بده. چی کار دارم میکنم؟ بیفایده است، سنجاق میخواد. چرا خارا رو با دستت میکنی؟ پس با چی بکنم؟ اصلا چرا باید خار بکنی؟ اگه نکنم از کجا بیارم بخورم؟ غروب به غروب باید دو پشت بزرگ به نونوایی بدن. باز از جارو کردن و رخ شستن و ظرف سابیدن خیلی بهتره. کار تو بیابون یه لطف دیگه داره. روز اول داشتم، الان از استخون درد دارم میمیرم. لازم آدم از اینجور کارا بکنه تا بفهمه دیگرون چی میکشن. باز این پیدا شد. چه میخنده؟ چه میدونم، زده به کلش. شما اینجاییم؟ فرمایش بود؟ منم اینجایم. جان شما سمد، سمد، سمد آقا حرفتو بزن. لیلا. خب لیلا. لیلا آخه چی؟ هیچی، همینجوری گفتم لیلا. من میگم لیلا تو بدت نمیاد؟ نه چرا بدم بیاد، اینقدر بگو تا جونت داره. بس غیرتی. من لیلا را دوست دارم. جون من راست میگی؟ والا به خدا من خاطر لیلا را میخوام. یعنی خانم ها؟ بله. وقتت بلند شده. اخ جون، نخند شیرین زبونه، نخند دورم جون. پس چرا اینجا نشستی؟ بیا اینجا بشین پلو خودم. من بیام اونجا؟ آره پاشو بیا. چشم. سمد آقا اجازه هست؟ خواهش میکنم بفرمایید. قابل نداره. خیلی ممنون. بفرمایید. الان خدمت میرسم. ببخشید با اجازه. اجازه میفرمایید. خوبه اونجا؟ به مرحمت شما، بد نی. خدا منو نکشه، پسرم یه جا غیرت داشونه و چنگش در آورده. خب خره اگه دوستش داری چرا باش عروسی نمی کنی؟ من حاضرم از جان و دل. حاضری؟ بیچربیت دوست نشو؟ آخه ببین خوشش اومده. خوشش اومده کنید زد رحمت به غیرت دختر من. این دختران چه میکند؟ همچن دارم منم شک میکنم. بنازم به این دختر شیر دختر.
نشونه نداره از پدرش، مثلا مهره ای، بازوبندی، چیزی مثل سهراب. من چی دارم میگم؟ خط و خالی به تنش نیست که از روی اون بشه شناخته. چرا؟ یه دونه خال داره، یه خال درشت و سیاه. کجاشه؟ نمیتونم بگو جای بدیشه. مگه تو ننش نیستی؟ مادر محرمه. بمیرم الهی. ها کمی کنی چیزی نیم ننه جان، غریبه که نیم منم. چه کار داشتی میکردی؟ چه کار میکردی؟ خب من ننه کندیم مادر. فروید عقیده داره که حتی عشق مادر و فرزند خالی از وسواس‌های خاص نیست. ما کاری به فروید نداریم. آقای پروفسور فرید چه نظری میده؟ با از آن به اینکه بین مرحوم فروید و پروفسور فرید اختلاف فاحشی هست. خیال نمی‌کردم شما برای یک واو ناقابل تا این حد اهمیت قائل بشید. کاش به جای این حرفا لااقل یه برگه کوچکی به دست می‌آوردین که به ما ثابت کنه اینا بچه‌های خودمون هستن. شما دیگه چرا شک دارین؟ شما که پدر پدر بزرگتون در دهات ملایر بزچرانی میکرده، باید راحت قبول کنید دخترتون طبق قانون وراثت به اصلش برگشته باشه. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش. این پدر پدر بزرگش دهاتی بوده، من چی؟ شما هم چندان مطمئن نباشید. اگه شجر نامچه داشتید مچتون وا میشد. گیرم که ما دهاتی. سامیز چرخی منو گرفتی. اب نداره جونم، بازی میکنه بهت میده. مثل بچه های 4-5 ساله عاشق اسباب بازی شده. گیرم که ما دهاتی، گیرم که ما از پشت کو اومده. بچه هامون که بزرگ شده شهر بودن، تحصیلات عالیه داشتن. چطور میشه باور کرد پسری که لیسانسیه فیزیک نتونه؟ آخر خدا صداش نکن. بهش بگین صمد، بگین صمد آقا، به همون اسمی که دوست داره صداش بکنین. من چند دفعه به شما بگم باید دستورات رو اجرا کنید. صمد، صمد آقا، صمد آقا، یه لحظه به حرف مادر گوش میدی؟ بیا لیلا سوار شو، سوار شو، برو کنار بچه فضول بی تربیت. میذارم صمد، با بچه میخوای دعوا کنی؟ اون مگه هم قد توئه؟ آخه این بچه نیست که، بی تربیت فضوله. بچه نیست که، همش میخواد سشرخه کوفتش از ما بگیره. انگار این سشرخش خریده. بهش بگو بره، من تحمل ندارم. تحمل کن. چرا داد میزنم؟ صمد آقا میشه برای مادر از یک تا ده، از یک تا ده بشماری؟ بشمارم. آره بشمارم. دوست داری بشمارم؟ آره بشمارم. چهار. این آقایون میگن که تو بلد نیستی بشماری. ما بلدم، ما بلد نیستم. میخوای تا هزار بشمارم؟ خواهش میکنم. نه تحمل داشته باش. میگه اما نمیتونه که. نمیتونه که. نه مادر، فقط تا ده بشمار. بشمارم. چهار. نه دروغو سگه. یک، دو، سه، چهار، شش، هشت، ده، نه. ممکنه بفرمایین عدد هفتو چی کارش کردین؟ ما چی کار کردم؟ به من چه؟ ما برش نداشتم که. این برداشته، این بچه برش داشته، این بچه هفتو بیار بده. بچه هفتو چی کارش کردی؟ فضول و بی‌تربیت. باور میکنید که این پسر فارغ تحصیل رشته فیزیک باشه؟ ما رو خسته نکن پروفسور، اگه دیوونه شدن نترس، بگو ما از این کسی بیشتر ناراحت نمیشیم. دعا کنید این طور نباشه، وگرنه شما مسئولید، چون بدون توجه به خواستای مشروع اونها به این روزشون انداختید. شعار شروع شد. خدایا من دارم مکافات کدوم یکی از گناهانمو پس میدم. کدوم یکی؟ این حرف شما برخورنده بود پروفسور. اگه کمکی به ما نمیکنید لااقل بیشتر باعث رنجمون نشید. به کار من دخالت نکنید، دست و بالمو باز بذارید و اجازه بدین از اینجا ببرمشون بیرون و تجربیاتمو دنبال کنم. نترسید، آبروتون به خطر نمیفته. اونا همه چی ممکنه بگن جز اینکه بگن بچه‌های شما هستن. هوشنگ. بله خانم. از این به بعد سامی و لیلی در اختیار آقای پروفسور هستن. خواهش میکنم. هر جا که خواست میتونه ببرتش. خواهش میکنم. موافقی؟ متشکرم. چاره ای هم نیست متاسفانه. خواهش میکنم. شرلوک هولمز، پروفسور بچه ها رو میبره بیرون، کاملا مراقبشون باش، با چشمای باز. با کدوم چشما؟ هوشنگ خان که همراه شما هست. بله خانم. خواهش میکنم. گمون کنم دوتایی به جای یه نفر بتونید ببینید. خیلی خوب،
قبلا بچه ها کجاها با هم بیشتر میرفتن؟ دیسکوتک. بولینگ. بولینگ. گرده سلاخ داره، سه تا سلاخ داره. برو بنداز جانم، بنداز. اونجا؟ آره بنداز، قلش بده. با اونجا بنداز، اونجا. اونجا نه، اونجا نه، اونجا نه. اونجا، اونجا بهتره. بیا از بیرون بنداز جانم، از بیرون، از بیرون. نه ما از تو بندازم، اینجا از تو بندازم بهتره، ببین؟ ما انداختم، انداختم اونا رو، اونا رو ما انداختم. ما بیان بندازم ما؟ نه او خودم بندازم، سب بردار جنم، بیا از این ور بندازن، دفعه از این ور، متوجه شدی؟ آها خالش، خالش. می جنبن می رخصن دارم، می رخصن سمد می رخصن تو هم بریم برخصیم، ما هم برخصیم. لیلا میگه ما هم برخصیم، بلد نیستیم؟ لیلا میگه بلد نیستیم. رخص بلدیم، ما نه از این رخصم. ما بلدیم. چرا نمیرخسیم؟ باشیم برخسیم، بلد نیستیم؟ لیلا میگه چرا نمیرخسیم؟ باشیم دیگه، پاشیم، باشیم برخسیم، خجالت نکشیم، پاشیم، 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 پاشیم. برو، برو، اگه به جنب دودنه که ما هم به جنب هم یک سوانی، دو سوانی. نا 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 در شهر به من پیشنهاد شد که تو خفش و این الله باقر زاده داشتم اینو میگفتم، حالا که به خواست خدا صمد غیرتش ظاهر شده، موقع مناسب آن است که کار نیمه کاری عقد و عروسی را فیصله بده. جان شما اون وقت لیلا را چی بکنی؟ کاری به لیلا نداشته باشی، اونش با من. درسته که پسرش شکر خدا بی غیرت شده، اما دخترم ولکن معامله نیست، چه سال زمونه ای شده. تقصیر سال و زمونه چیه؟ تو نمیتوانی جلوی دخترت را بگیری، سال و زمونه تقصیر داره؟ های 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 بلا پدرم اون پدرای قدیم، چه جذبه ای؟ کجا بودی؟ رفته بودم سر قنات. تو غلط کردی دختره یه بی هیا، این وقت سر قنات چطور داشتی؟ بله قنات بیارم، چرا میزنی پاپا؟ بله تو، بله تو، برا بی بابا بی یا لازم نکره از خونه بیرون بری، فقط موقعی از خونه بیرون میری که بری خونه شوهر. خوشت اومد؟ راهش همینه، سه روز بهش فشار بیار، یک عمر سربلند زندگی کن. برویم این الله باقر زاده. خدا در رو باز کن پاپا، خواهش. خبری نیست، یا تموم شد یا باید بری خونه این عین الله باقر زاده. تاب میخورم، های تاب میخورم، تاب میخورم، های تاب میخورم. خوشم بیاد سمد، سمد آقا بیا ببین چی برات آوردم. اون چیه؟ مال توه. برفه؟ نه پشمکه. چجوری باش بازی کنم؟ باید بخوریش.
خون بخورم. قرم سلام، چقدر این صمد پسر خوبیه. من اگه جای شما بودم فوری زنش می شدم. چرا؟ چون پیش خودم حساب می کردم ممکن هست دخترهای دیگه از چنگم درش بیارم. تو چرا زنش نمی شه ها؟ آخه بابام نمی زاره. نمی زاره؟ چطور نمی زاره؟ من می دونم حتما می زاره. نمی زاره. حالا اگه من کاری کردم که گذاشت چی؟ اون وقت تو زن صمد میشی؟ پس چه بهتر، چه بهتر، فوری ترتیبشو میدم برات. گوگلی یا پشن اگه بیا اصلا این چیزی تو بگیر، نمیخوام، بیا خوش میگم. لپشو چرا میگیری؟ لپشو میگیری؟ حالا ما لپ تو رو بگیرم خوبه؟ خوشت میاد با بهت بگم گوگولی؟ خوشت میاد؟ خوشت میاد بهت بگم گوگولی؟ لپ تو بگیرم؟ نه خوش میگم. ببین ببین چی برات آوردم. ببین ببین اسباب بازی، ببین ببین پشمکه. نه نه ببین گرده بدش با من، بدش با من. نه ببین انگوشتوش نکن. نه 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 بعد فوت کنی. ببین بعد فوت کنی. ببین ببین اونطوری نه. ببین ببین سمت سلام. سلام، خسته نباشی. از دختری کت خدا چه خبر مادر؟ از مو میپرسی؟ هنوز کت خدا درو بروش با نکرده. خیلی با مزه است. چی چی با مزه؟ یه چند تا قلچماغ چماغ به دستم با داشته دوروبر خانش تا کسی برای وسادت پا پیش نذاره. از خرمالی که براش بهتره، از خارکنی. خب دیگه فکرشو نکن، پاشو یه چیزی بده بخوریم. گشنمه. خجالت نمیکشی؟ چطور غذا از گلوت پایین میره وقتی لیلا تشنه و گشنه یه؟ به نفشه، چون لاغر میشه. دختره رو حبسش کرده، تحت فشارش گذاشته که به این الله بله بگه. غیرتت کجا رفته؟ هر آدمی سرنوشت خودش میسازه. اگه نتونست مقاومت کنه حقش اینو که زن این الله بشه. تو نمیخوای براش کاری بکنی؟ آخه چه کاری از من برمیاد؟ مگه نمیگی چهار تا قلچماغ چماغ به دست دارم دور بر خونش پاس داری میدن؟ تو برو باهاشون بجنگ. با چی؟ با کدوم اسلحه؟ با انگشتت دیگه. با انگشتم؟ حتما شوخیت گرفته. چی شده انگشتت خوره گرفته؟ بسم الله چی کار میکنی سیمت؟ بیا بالا، بیا خودی به جنبون، بیا خودمو یه بکشه. چی به سر تو آوردن ننه جان؟ بای مادرت بمیره الهی. بای خاک به سرمون شد. شلوار تو در بیار سمت جان، به خاطر دل مادر بیچاره چند دقیقه شلوار تو در بیار. من شک ندارم که بر اثر این وسط دیگه. من خیلی متشکرم. بیا بیرون، بیا بیرون. جانی دست میزنه به شلوار من. خانم میخوام اندازشو بگیرم. خفا؟ این آقا خیاط هست. میخوان میخوان برات لباس بدوزن، میخوان اندازه تو بگیرن عزیزم. پس چرا دست به شلوارم میزنه؟ مگه چی رو میخواد اندازه بگیره؟ ولم کن آقا، دیگه دست نمیزنم، اصلا بی دست اندازه میگیرم. خفی شدم خفی. نه بس دست به شلوار من بزنه. خانم ملاحظه بفرمایید، در حضور شما من بی دست اندازه میگیرم. فقط اجازه بدین من سر این متر رو به شلوارتون بند بود کنم. دست نباس بزنه یا بی دست بزنه انگوش. بیا جونم خجالت نداره که. خانم ببینین راضی هستین یا نه؟ عالیه، عالیه خانم، عالیه، خیلی عالیه. اینجاشو بگیر. چشم کن. کجا گذاشتم؟ لیلا. لیلا، هست، عروسی منم هست. من هنوز با هیچ چیز موافقت نکردم، تو این خونه چه خبره؟ تو دیشب به من قول دادی. من دیشب مست بودم. چیه؟
خوشحالم بای اون وقت به من بگی نزن به چشم خود یاد ایش کن بگیم به هیچی میگم اگر سیده خورده از بگیم از من نخواد دخترم را به یه دیوونه یه زنجیری بدن تو به من قول دادی باید سر قولت بیستی من شفاشون میدم بیماری عشق رو با خود عشق میشه معالجه کرد درست مثل نیش عقرب شما باید به من کمک بکنید فرضیم رو ثابت بکنم میدونید که من میتونم اگه شفا پیدا نکرد چی؟ دختر من اسیر یه پسره خل بشه چیه که میخوای فرضیت رو ثابت کنی میخوام نکنی بهش کنین پروفسور دخترش همچین توفم نیست بیا نگاش کنین دختر من اصلا زنده است تحرک داره توی خونه شلوار پاره میکنم آقا جان باید باشون به نرمی رفتار کرد میدونی که اینا یه خود همچین لیلا برو کنار بیا بریم خون جلو چشمای ما رو گرفته برو کنار بگی متشکرم لیلا برو شما شلوار پاره میکنم شلوار پاره میکنم اگه به من ندی اگه نه تو من اجانی شلوار ما رو پاره میکنم یا دستمالم بدین خدمت آقای خیاط خیاطی یه چشم و دیگه نمیشه تحمل کرد شهر به من پیشنهاد شد که زلفم را به مبلغ گزافی بفروشم من زیر بار نرفتم اخ گردنم مشکنه سه روز بعد از اون که زیر بار نرفتم زلفکانم ریخت زلف چی عین الله خان باکرزاده آدم باید بختش بلند باشه که مال شما بلند هست سمت من نیه دیگه باورم نمیشه که او بچه یه ما باشه خالشو دیدی؟ اگه میذارم خیر ندیدن نمیذارم که سرکار استوار خواهش میکنم گوش کنید باید جلوی عروسی رو بگیریم چرا؟ عروس لیلا نیست منم سمت نیستم پس شما کی هستی؟ من سامیم اونم لیلیه به همین سادگی میخوای حرف تو باور کنم خواهش میکنم باور کنید اگه دیر به جنبی این کار از کار میگذره من تو رو همه چی رو براتون توضیح میدم من فقط به یه شرط حاضرم همراهت بیام ها بله چه شرطی؟ چند دقیقه با من بیا اون اتاق خواهش میکنم لطفا بفرمایید نه نه بفرمی. خواهش میکنم نه بفرمایید ولی نیه او بچه من نیه شلوار تو درار موافقه من دلیل قانع شدنم نیست الو ببخشید میشه کامرانتون بیاد واسمون عکس بگیره عکاس دیگه برای چی میخوای یه چشه اونم خب عروسی بچه‌هامون هر چی باشه نمیخوای یه عکس یادگاری داشته باشی این عروسی واقعی نیست فراموش نکن به اصرار پروفسور به این کار راضی شدیم اگه طبق نظریه اون حالشون خوب شد و به وضع سابقشون برگشتن همیشه فرصت برای جشن عروسی هست اون وقت هر چند تا که دلت خواست عکاس میتونی بیاری هر کس رو که دلت میخواد دعوت کن اما حالا هیچ کس فقط خودمون سلام ما حاضرم برای چی مادر؟ حاضرم داماد بشم حاضرم داماد بشم دیگه حاضری خب جناب پروفسور حاضری خواهش میکنم آقا تشریف آوردن خواهش میکنم خواهش میکنم سلام استدعا میکنم تشریف بیاریم اتاق تا ترتیب کارتونو بدم خواهش میکنم مادر شلوارت میدونم بابا گشاده تقصیر خیاط شماست دیگه شلوار برات نیست بدوزه که خب وقتی نمیذاری درست اندازه بگیرن همینه دیگه حالا بکش بالا چرا داد میزنی خودت بکش بالا شلوک هولمز بیا بکش بالا شلوارشو بازیه؟ بازیه؟ جلوشو بگیر خواهش میکنم خواهش میکنم جانم شما از این طرف تشریف ببرید از اون طرف میرم سالن دور میزنم شاید بتونیم پیداشون کنیم از این ور شما ببرید از اون ور
شما از این طرف لیلا منو نگاه نکن. سمت شلوار تو. حالا که خوب نیه، حالا که نباس شلوارمو در بیارم، باشه هر وقت زن شوور شدیم. مشتی باقر، مشتی باقر. چه خبر شد؟ عروس حالش خیلی بده، داره پس میافته. چت خدا، چت خدا، بهتره دختره یک چیزی بخورد، اون یه حالت زنبش دست داده. نه، ما که سب کردیم بازم سب میکنیم تا آقا سیغره بخونه. آخه مشکل بتونه بله بگه. اون تو عوضش بگو بله. بله. آقا از اون رو تا سوال میکنن، از کجا میفهمد تو گفتی بله؟ من از بله گفتن حرفی ندارم، اما شرطی که اینو میخوان قبول کنه. چو بخر زاده. های مشتی باقه در خدا این آلا خواه قربون شما قدمتون سر چشم خوش آمدید. حالا دیگه شما ها مجلس اقوام میدازید و ما رو خبر نمیکنین. بابا ما از یاران چشم و یاری داشتیم. شهر همه به من میگفتن آقا این باقه خوشم به شما از همبلایتی و این توقع رو نه. لیلی بیدار شو خواهش میکنم بیدار شو، باید بری. برشو بخشید اون خرم میبینیم شما اون اولاد در فرمایی. سلام عرض میکنم. سلام حالا سرکار چطورم؟ خوبیم. چرا نمیفرمایی تو؟ بفرمایی سر میز. بسیار شوخی کردم، بعد خدمت میرسم. نه جون شما، من یه کار دارم باید بهش برسم، شما مشغول باشین. خدا حافظ. عروس فراری دادن. قد خدا عروس فراری دادن. به کارتون برسی؟ شما مشغول باشین تا من با ماشین برم پیداشون میکنم. زیر سنگم باشم پیداشون میکنم. صداشو در نیاریم بدتر آبروریزی میشه. بفرمایید، بفرمایید. تقصیر تو هست. تقصیر منه. تقصیر منه. صداشو در نیاریم به نظر من هم بهتره، برای که آبروریزی میشه. بذارین بکوبین عروس فراری نبودن. از گشنگی بیحال شده. بیسکویت بهش بده بخوره، حالش جا میاد. مرسی. ماربل خوشگه دوست دارم. موسیقی لازمه؟ بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. خشم مهریه چقدر تعیین میفرمایید؟ چی میگه؟ من حرف میزنم. این حرف میزنه. اون برای ما مهم نیست، هر چقدر نظر آقای شهرت هست ما قبول داریم. ها ها ها، ما پول برامون مهم نیست، هرچین آقا بده پول بده. کیه؟ آقای شهرت. آقای شهرت پول بده ما قبول میکنیم، میگیم خدا برکت بده. من پول بدم؟ خواهش میکنم.
خواهش میکنم، خواهش میکنم، توجه کنید. من که نشنیدم پدر عروس مخفی رو بده. با خودم باز حرف بزنم با اینا. به اجازه بفرمایید. گویا تا به حال رسم بر این بوده که داماد و خانواده داماد مبلغ مهریه رو تعهد میکردن. تا به حال رسم میخواد بوده ما هم زن بگیرم هم پول بدم اینا رو به پاچه زرنگن. مستقیم برید جلوی ساختمون سفیده، خیال نمیکنم جلوی شما رو بگیرن. احیانا اگه نگهبان سوالی کرد بگین با عالیه خانم یه کار خصوصی دارین. فقط همین. خواهش میکنم صحبتی از ما نکنین، نگین ما اینجا هستیم، میترسم مادرم ناراحت بشه. خودم واردم. بهتره منم برم یه سرگوش آب بدم. آقا اصلا بگذرید از مهریه؟ بله بله، این تشریفات اصلا زائده. نمیشه آقا، عملی نیست. یعنی چه عملی نیست؟ وقتی پدر عروس گذشت میکنه و پول نمیخواد. ما گذشت نمیکنم، باز پول بده. عزیزم شوخی نکن دیگه، خیلی شوخ طبعه. خواهش میکنم به حرفای سامی توجه نکنیم. همون که عرض کردم این کار به هیچ وجه عملی نیست. مهریه از ستون ازدواجه. با ستون دوست ندارم، هر کسی ستون دوست داره. خودش شوخه چیه؟ ما خواهم حرف بزنم. آقا جان، طبق کدام قانونی عقد و ازدواج بدون مهریه عملی نیست؟ در مورد عقد و ازدواج حکم عرف و عادت از قانون قطعی تره. من سالهاست خدمت خانم ارادت دارم. بله جانم، بله خود خانم بنده رو به جا میارن. شما فقط بهشون بگید استواره، سرکار استوار. بسیار. اگه ما میخوام زن بگیرم این آقای چی میگه؟ شما داهیه مهربانتر از مادر نشنیدید؟ اصلا من صیغه این عقد جاری نمیکنم. نکن آقا، یه نفر دیگه میاد جاری میکنه. جاری کردن صیغه عقد در انحصار شما نیست که. اجازه بدین. آقا اگه شما طبیبی طبابتتو بکن، چی کار داری به کار دیگران؟ بذار منم کارمو بکنم. نمیذارم. ما نمیذارم. ما از پول بدن، اگه پول ندن زن نمیگیرم. ما زن نمیگیرم. آی این صمد فوزوله. یه دقیقه ساکت باش. دقیقه. خانم سرکار استوار اومده با شما کار داره. سرکار استوار چی؟ برای چی اومده؟ میگه ما استوارم، سرکار استوار. سرکار استوار؟ میگه میخواد درباره بچه ها با اتون حرف بزنه. بگی تشریف داشته باشم پایین، بعد از عقد خودم میام میبینمشون. چشم. آقای پروفسور اجازه بدین من خودم قال قضیه رو میکنم. سرکار استوار، هر کی میخواد زن بگیره خودش پولش رو بده. ما که زن نمیگیرم. لیلا کجاست؟ ولش کنین بره. ولم کن برم. لیلا. ها. لیلا. ها. سرکار استوار اومده. سرکار استوار؟ باز فرار کنیم. تمام قال و مقالا به خاطر اینه که تو منی یه عباسی حق العمل من مبلغ قابل توجهی نشه. بلند شو بریم، من زیر بار نمیرم. اگه یه نفر پول نداشت چی؟ عقد نمی کنی ها؟ من با یه شاخ نبات زیاد عقد کردم، اما نه تو خونه ی آدمای متمول. آدم فقیر اگه مهریه نده مانعی نیست، چون نداره. اما آدم متمول چرا نمیده؟ غیر از فرار از عوارض و مالیات علت دیگه ای هم هست. آخه اجازه بدین ما خودمونم حرف بزنیم. مسخره است. سلام بچه، لباس عوض. خوب گیر افتاد، اینجا دیگه راه فرار ندارم. میخواستی بگی کار فوری دارم؟ نمیتونی حالا، آخه عروسی پسرشونه. عروسی؟ ده پس چرا قد سوت و کوره؟ بحثش مفصله، آخه پسر خانمون نومزدش سیماشون قاطی شده. همه چیشون یادشون رفته، حتی حرف زدنشون، اسمشون. صمد و لیلا؟ بله، اسمشون عوض کردن، گذاشتن صمد و لیلا. نمیدونم والا، شاید هم میخوان ایزی گم کنن. تا سامی برنگشته خواهش میکنم تموم کنید آقا، هر چقدر نظر خودتونی بنویسید که بهتون ثابت بشه به خاطر پول نیست.
نیم میلیون ریال تومان موافقم تمومش کنین. عالیه عالیه خانم. بذار تمومش کنم پروفسور. خواهش میکنم. مبارکه. شلوار تو چقدر گشاد دوختم. تو باید بری سر سفره عقد. ای بچه کجا سفره عقد؟ خدافظ. بای 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 بای. قول نزن، مگه از قحطی برگشتی؟ خوب 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 سلام. پسرم بیار، مشکل حل شد، دیگه صحبت پول در میون نیست، بریم بیرون. خواهش میکنم مادر، من در اختیار شما هستم. چطور شد؟ سرکا، کار تمومه. کی؟ سمد و لیلا؟ بله، فتمه، فتمه. سر باید گذاشته، من جواب کت خدا رو چی بدم؟ کت خدا؟ یواش، یواش بیا یواش. لیلا، از این بر، نه 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 نه، از اینجا بیا. از این بر برو بیمورزه. میدونی چی شده؟ سمد و لیلا رو دارن عقد میکنن. کجا میری؟ کجا داری میری؟ بابا وایسی، سمد و لیلا رو دارن به جای شما عقد میکنن. ما باید جلوشون رو بگیریم. ده وایسی ببینم. ده بابا وایسی ببینم کجا میری؟ با شما ها؟ ده وایسی دیگه. با کجا داری میری؟ تا اینا کجا گذاشتن رفتن؟ عجب بساطی ها، نمیفهمم والا. این ساخته اون چرا این ریختیه؟ مهندسش کی بوده؟ خیلی خوب، حالا حلقه ها رو دستتون کنیم. من مادر، بیا یه دست رو بیا. او نه اشتباه دادم، نه نه اینم نیست. این شده که خوشبخت بشی. بیا جلو. نگاه کن مادر. خیلی خوب، حالا هم دیگه رو ببوسین. تبریک مادر. پدر زن جان تبریک. مبارک آی جین گوز، دست نمیدی. جناب آقای پروفسور، سخت مشغول هستم. مبارکه مبارکه مبارک باشه مبارک باشه. دست نگه دارید، شما دو نفر توقیف هستید. مگه چی شده؟ این دوتا بچه های شما نیستن، بچه های شما دو نفر دیگه هن. این دوتا سمد و لیلان، نه سامی و لیلی. شما دارین سمد و لیلا رو جای سامی و لیلی زن و شوهر میکنین. من یک عالمه راه کوبیدم تا اینجا اومدم که سامی و لیلی رو تحویل شما بدم. خوب شد که به موقع رسیدم. شما با من بیاید. این همه راه کوبیدین اومدین اینجا که این حرفا رو بزنین؟ جدن که زحمت کشیدین سرکار. چطور شد؟ هرس و جوش نخورین آقای استوار، شیرینی بخورین، کامتون رو شیرین کنین. واقعا این آقای سرکار استوار مرد نازیه. به سلامتی همگی، ما خوریم. نوش جان ما لباسامونو با سمد و لیلا عوض کردیم، اونا رفتن. راست میگی؟ جان تو منو ببخشید. خواهش میکنم. کجا رفت؟ فیلش کن پاپا، اون عوضی اومده بود. لیلی او پاپا، چقدر خوشحالم از این که بازم پیش شما هستم. بازم؟ خواهش میکنم. مادر به من افتخار میدی؟ خواهش میکنم. رابیت ببینم چه حال بده؟ حال بدم که حال بدم. حالا چی شده؟ مگه تقصیر منه؟ خواستم به ما زن بدن. آره بالا بینم. چی بگم؟ بگم زن نمیخوام. اون وقت میگن آدم زن میگیره بده. حالا من اگه بیام عروسی تو رو به هم بذارم خوشت میاد؟ علی بادی چرا نمیخندی؟ جیمز باندم گاهی میخنده. <تص->
هیچ کس از من تشکر نمی کنه. آقای پروفسور عزیز، زبونمون قاصره، اینقدر ذوق زده شدیم که نمیدونیم چه بگیم. خواهش میکنم، زندگی دوباره به ماها دادی. کتابتو چاپ میکنم. خواهش میکنم، با هر تیراژی که دلت میخواد، برای اینکه یه نسخش در سراسر دنیا فروش نره. خیال نکن لطف میکنی. حالا دیگه باید کتاب منو یه مرجع بین‌المللی چاپ کنه. فرضیم ثابت شده، عشق بیماریزا و شفابخشه. جدن معجزه بود پروفسور. خشمگاه، اگه زمان قدیم بود راحت میتونستی ادعای پیغمبری کنی. حالا امکان داره، شرایط باید کمک کنه. از اینم بیشتر پروفسور. خشمگاه، همتون گوش کنید، می نوشیم به افتخار پیروزی پروفسور. نه 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 نه، پیروزی علم، این پیروزی علمه. پیروزی ال سلامتی. آب و سلامتی خر میخورن پسر. سلامتی جم. باز میبینی با خودتی، باز همه تیر غمتی. کار دنیا، کار دنیا، کار دنیا، بس به این گنبد دوار همینه، کار دنیا یه ذکردار همینه. خار میکنم سمت. سلام. سلام، اومدین اینجا؟ داریم میریم ماه عسل. ها عسل خوبه، عسل شیرینه، ما دوست دارم. با لیلا چی کار کردی؟ عروسی کردی یا نه؟ نه باباش نمیده. آخه این نازی، فکرشو نکن، درست میشه. ها درست میشه، همیشه اینجوریه دیگه. ما نمیخواستیم عروسی کنیم، کردیم. شما که میخواستیم نتونستیم. کار دنیا. ها کار دنیاست. خب دیگه، خداحافظ، موفق باشی. به لیلا سلام برسون. وای وای. باشه. وای 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 وای. دنیاست، کار دنیای کوفتیه. از همه چی خسته میشی، از همه دل یابون میداری، هرچی میخوای فرار کنی، ترک دیار و یار کنی. باز میبینی با خودتی، بازم اسیر غمی. آی کار دنیا، کار دنیا، این گنبدوار همینه، کار دنیا یه ذکردار همینه.